اما در راستای تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان، گروه طالبان امروز اعلام کرد در مذاکرات با افغانستان که قرار است در مسکو برگزار شود شرکت می‌کند. دولت افغانستان از برگزاری چنین مذاکراتی که دولت رسمی کشور در آن حضور ندارد انتقاد کرده است. برای بررسی بیشتر همکارم کامبیز توانا در استودیو امر ماست. کامبیز، نماینده آمریکا چند دور با طالبان دیدار و گفتگو داشته، اما دولت رسمی افغانستان موضع انتقادی گرفته، علت چیه؟ البته دولت افغانستان با آقای خلیلزاد که نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان هست رابطه خیلی نزدیکی داره. آقای خلیلزاد هم چند بار تا حالا با طالبان گفتگو کرده. تفاوت این نشست با نشست مسکو اینه که قرار دو روز از فردا برگزار بشه، اینه که شماری از شخصیت‌های سیاسی سابق افغانستان در اون حضور دارن، مثل آقای حامد کرزای رئیس جمهوری سابق، محمد یونس قانونی معاونش و حتی احمد ضیاء مسعود نماینده ویژه اشرف غنی در امور اصلاحات. نگرانی مقامات دولتی افغانستان اینه که شاید نتونن تمامی دستاوردهای صلح احتمالی رو به نام خودشون ثبت کنن. آقای کرزای در پیامی در توییتر گفته که این سفر رو با قصد تحویل پیامی از صلح، تمامیت ارضی و پیشرفت برای همه مردم افغانستان داره انجام میده. آقای کرزای همچنین دو روز پیشتر با جان بس، سفیر آمریکا در کابل، دیدار داشته. سبقت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز به این جلسه اعتراض کرده و گفته که برگزاری چنین جلساتی کمکی برسیدن به صلح نمی‌کنه.